Doğum yükü mibini piyambar sallallahu aleyhi ve sellem bari halle müşkülü dünyaviye kudüş. İki rahir kesi beşine şun bedi. Bir şahs zinde digeyi mutavassil mişi. Ama peygamberin kudaşları sudani bizani. Murduhar sudani bizani. Dikkat mi farmayı? Pas çutur şuma بر حل مشکلات خودتون به پیامبر به ائمه که زنده نیستن متوسل میشی. پیامبر خودش مرده ها را رها کرد و به زنده توسل جوز. شما زنده ها را رها کردید به مرده متوسل میشی. نه آقا پیغمبر زنده. خب اگه پیغمبر زنده ها عیسی هم زنده بود در نهاد جمهور فقا عیسی زنده، موسی هم زنده به نظر زعم شما چرا از اونا کمک نگرفت؟ آمده یه نفر اجیر کمک کرد و دعاهایی که خودتون به قبور اینها بر قبورشون میخونید و بهشون توسل میجویید و این دعاها غالبا هم شرکه و انسان درسته که بر حل امور دنیوی خودش به شخص زنده و اسباب علالش که به یه سببی باید مراجعه بکنه. هر انسانی نیازی داشت کار میره پیش انسان دیگه و این همون کاری که پیغمبر کرد. به شخصی که راهنمای راه بوده متوسل شده، ازش کمک گرفته و اما شما برای امور دنیاویتون و اخرویتون به ائمه متواصل میشید که مردن و رفتن رضی الله تعالی عنهم، در صورتی که خود اینها در حل امور دنیویشون به دیگران متواصل میشدن نه به مرده ها. در دعا هم که به خدا متواصل میشدن یا صبر میکردن نماز میخوندن، اما به اولیا و قبورشون مراجعه نکردن به قول شما و سوره های متعدد قرآن هم از این کار نهی میکنه.